پرنده ما قبل تاریخ به نام شوبیل که یک شکارچی صبوره، این پرنده چشمگیر که تا حدودی زشت و به دایناسورها شباهت داره در اوگاندا یافت میشه و معروف به لکلک نیله. اگه از مرداب دیدن کنید ممکنه این موجود خارق‌العاده و بی‌نظیر رو ببینید که در علف‌های بلند پنهان شده و منتظر تومشه. در این ویدیو ما می‌خوایم حقیقت‌های مربوط به شوبیل‌ها از جمله رفتارهای مثل رژیم غذایی، جمعیت اون، رفتار با خواهر و برادر، صداها، طول عمر، اندازه پا و موارد دیگر رو به شما نشون بدیم. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. شوبیل‌های جوان‌تر با یکدیگر می‌جنگند. هنگامی که بیش از یک شوبیل در یک لانه متولد بشه، برای جلب توجه مادر با همدیگر رقابت می‌کنند. دانشمندان و محققان در بررسی‌های خودشون کشف کردند که شوبیل‌های دو ماهه تا یک ساله دائما با یکدیگر مبارزه می‌کنند. بیشتر اوقات پرنده بزرگتر پرندگان کوچکتر رو مجبور میکنن که از لانه فرار کنن تا به تنهایی زندگی کنن. اونا بیش از اندازه شجاعان، حتی به کروکودیلا حمله میکنن. لکلک یک گونه تهاجمیه. اونا خیلی نترسن و با حیوانات کوچک و بزرگ مبارزه میکنن. اگه حیوان ضعیفی از مسیر اونا عبور بکنه، لکلک از مخفیگاه خودش بیرون میپره تا اونو تبدیل به غذا بکنه. اگه حیوان قوی تری به هر دلیلی به لکلک بخواد حمله کنه و باعث ناراحتی لکلک بشه، مشکلی برای حمله به اون حیوان نداره. لکلک ها به مبارزه با کروکودیل های نیل، گونه های دیگر لکلک ها و حتی با یکدیگر معروفن. لکلک ها بسیار صبوری میکنن. اونا ساعتها در آب یا در میان تکه های بزرگ علف و سایر مکان های مخفی می ایستن. اونا می دونن که اگه به اندازه کافی برای لحظه مناسب صبر کنن، وعده غذایی بعدی خودشون رو خواهند یافت. در لحظه مناسب لکلک شوبیل از مخفیگاه بیرون می پره و به تومه حمله می کنه. اونا با نوک تیز خودشون به جلو می پرن و موجود می گیرن و اونو به طور کامل می بلعن. این پرنده ها گونه های مختلفی از موجوداتی همچون مار ماهی، گربه ماهی و مار رو شکار می کنن. اگر شکار کوچیک باشه که در دهنشون جا بشه، اونو درسته قورت می دن. هر حیوان شکاری به طور غریزی می دونه بخشی از پنهانکاری و انتظار برای لحظه مناسب سکوت کردنه. لکلک شوبیل اینو به خوبی میدونه. به همین دلیله که هیچ وقت هنگام شکار تومه سر و صدایی نمی کنه. با این حال در زمان جفتگیری لکلک شوبیل برای جذب یک شریک فریاد بلندی سر میده. صدای جیغ اونا شبیه شلیک یک مسلسله. این صداها بلنده و وحشتناک. جنس ماده این صدا رو دوست داره و خودشو به لکلک نر پر سر و صدا میرسونه. لکلک شوبیل میتونه تا 35 سال عمر کنه. این یه سن خیلی خوب برای یک پرنده است. بعضی از لکلک های شوبیل که در سال 1990 متولد شدن هنوز زنده هن. شوبیل مثل سایر گونه های لکلک ها پاهای بزرگی داره. طول متوسط پاهاش میتونه به 18 سانتیمتر برسه.
شکل منقارشون جوریه که به اونا لکلک کفشی میگن. منقار بلند و کفشی شکلشون اونا رو برای خوردن حیوانات کوچک و ماهی ها با یک مرحله بلعیدن کمک میکنه. انتهای منقارشون به سمت پایین خم میشه و به شکل یک قلابه. این نوک منحنی شکل تیز و برنده برای سوراخ کردن بدن شکارشون و کمک به هضم استفاده میشه. بالها بزرگترین قسمت بدن لکلک ها هستن. بالهای لکلک شوبیل وقتی به طور کامل کشیده میشه 5 برابر بزرگتر از بدنشونه. طول بالهای یک لکلک شوبیل 2.5 متر هستش. اونا از بالای خودشون برای پرواز، ترسوندن شکارچیان و حفظ تعادل خودشون استفاده میکنن. قد متوسط لکلک شوبیل میتونه تا 1.5 متر رشد کنه. اونا در باتلاق‌های سودان، رواندا، اوگاندا و زامبیا زندگی میکنن. مرداب‌ها به ندرت درخت دارن، اما علف‌های اونا بلندن و مخفیگاه‌هایی برای گونه‌های مانند لکلک شوبیل رو فراهم میکنن. لکلک شوبیل از زمین مرداب برای مخفی شدن و انتظار برای شکار کردن استفاده میکنه. اونا ترجیح میدن در مناطقی بمونن که باز باشه، اما در عین حال پوششی برای مخفی شدن هم داشته باشه. لکلک های شوبیل به تنهایی زندگی میکنن، تنها غذا میخورن و تنها چند بار در سال جفت میگیرن. متاسفانه این گونه در حال انقراضه. کمتر از 10,000 پرنده از اون باقی موندن. جمعیت این پرنده توسط شکارچیان تخریب، محیط زیستشون توسط انسان ها و اعتقادات فرهنگی که منجر به اسیر شدن اونا توسط قبیله ها میشه تهدید میشه. تجارت باغ وحش که برای کمک به زنده ماندن این گونه طراحی شده نتیجه عکس داشته و به کاهش جمعیت این گونه کمک کرده. بسیاری از پرندگانی از این دست که از محیط بومی خود زندگیری و به باغ وحش ها تحویل داده میشن در اسارت از جفتگیری خودداری میکنن. متاسفانه استرس ناشی از حمل و نقل، محیط های ناشنا و حضور انسان در باغ وحش ها باعث مرگ زودرس پرندگان از جمله لکلک شوبیل میشه. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً یادتون نره که حتماً کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و کانال رو به دوستانتان هم معرفی کنید.